در یکی از قشلاقها مرد دهقان زندگی میکرد که از یک پیرمرد ثروتمند قرضدار بود. مرد دهقان باید هرچی زودتر قرضش را پرداخت میکرد، زیرا مهلت قرض به پایان رسیده بود. اما او به سبب بحرانهای اقتصادی نمیتوانست قرضش را پرداخت کند. این دهقان دختری زیبای داشت که بسیار از جوان پسرها آرزو میکردند که با وی ازدواج کنند. دختری دهقان خواستگاران زیاده داشت. وقت پیرمرد طمعکار فهمید که مرد دهقان نمیتواند پول او را پس بدهد، به وی پیشنهاد یک معامله را کرد. پیرمرد ثروتمند گفت: اگر دختری تو با من ازدواج کند، قرضت را می بخشم. ولی من برای این کار نه تو را مجبور می کنم و نه دخترت را. فقط یک شرط می گذارم. شرط این است که من یک سنگریزه سفید و یک سنگریزه سیاه در خلطچه می اندازم. دختری تو باید با چشمانی بسته یکی از این دو سنگریزه را بیرون بیاورد. اگر سنگریزه سیاه را بیرون آورد، باید همسر من شود و قرض تو بخشیده می شود. و اگر سنگریزه سفید را بیرون آورد، لازم نیست که با من ازدواج کند. قرض تو را خواهم بخشید. ولی اگر دخترت این شرط مرا قبول نکند، به خاطر قرضداریت من از بالای تو به دادگاه شکایت می کنم و تو به زندان خواهی رفت. دهقان از این شرط گذاری در حیرت ماند. اگر دخترش این شرط را قبول نکند، وی به زندان خواهد رفت. اما اگر قبول کند، ممکن که بخت به اقبالش آید و وی سنگریزه سفید را از درون خلطچه بیرون آورد. در این صورت قرض دهقان بخشیده خواهد شد و دخترش هم با آن پیرمرد ازدواج نخواهد کرد. اما از کجا معلوم است؟ ممکن که دختر سنگریزه سیاه را از خلطچه بیرون آورد. دهقان بناچار این شرط گذاری را به دخترش خبر داد. جوان دختر بعد از شنیدن این شرط اول کمی ترسید و ناراحت شد، ولی بعد از اندک فکر و اندیشه شرط را قبول کرد. پدر و دختر نزد پیرمرد ثروتمند رفتند. پیرمرد از خانه اش بیرون آمد و فهمید که دختر شرط را قبول کرده است. جایی که آنها با همدیگر واخوردند، زمینش پر از سنگریزه بود. پیرمرد خم شد و از روی زمین دو سنگریزه را برداشت. جوان دختر که چشمان تزبینه داشت، دید که پیرمرد دو سنگریزه سیاه را از زمین برداشت و داخل خلطچه انداخت. دختر همین که میخواست به پیرمرد اعتراض کند، ولی فکری جالب به ذهنش آمد و خودش را نگاه داشت و چیزی نگفت. سپس پیرمرد از دختر خواست که یکی از آن دو سنگریزه ها را از خلطچه بیرون آورد. جوان دختر دست خود را به داخل خلطچه برد و یکی از آن دو سنگریزه را برداشت و با سرعت و به طور ناگهانی به این که سنگریزه دیده شود آن را به زمین غلطاند. جوان دختر زیرکانه وانمود کرد که سنگریزه از دستش لغزیده به زمین افتیده است. پیدا کردن آن سنگریزه در بین دیگر سنگریزه هایی در روی زمین بوده کار ناممکن بود. در همین لحظه دختر گفت: آه، چقدر من به دست و پا هستم، نتوانستم حتی یک سنگریزه را هم به دست بگیرم. اما مهم نیست، زیرا اگر آن سنگریزه دیگری را از داخل خلطچه بیرون بیارم، معلوم می شود سنگریزه که از دست من افتید چه رنگی بوده است. وقتی آن سنگریزه دیگری را از داخل خلطچه بیرون آوردند، رنگش سیاه بود. بنابراین معلوم شد که سنگریزه به زمین غلطیده سفید بوده است. پیرمرد مکار که میخواست با حیله و نیرنگ شوهر آن جوان دختر شود، خودش گرفتار مکرش گردید
وی نتوانست به هیلگری خود اعتراف کند، ولی به کار زیرکانه جواندختر هم نتوانست پی ببرد. پیرمرد مجبور شد شرط را که گذاشته بود بپذیرد. جوان دختر نیز وانمود کرد که از این نتیجه هیجان زده شده است، نتیجه ای که 100% بر فایده آنها بود. هر مشکل راهی حل دارد. برای یافتن راهی حل نباید سراسیمه شد، بلکه باید کم فکر و اندیشه کرد. هیچ وقت و در هیچ کجا با زندگی دیگران نباید بازی کرد و نباید با حیله و نیرنگ وارد زندگی آنها شد. اما اگر با نیرنگ بازی و حیلگری کسی برخورد کردید، شما هم زیرکی و زرنگی اتان را بکار اندازید و مکر و فریبش را به خودش برگردانید. باید بدانیم مکر و فریب و نیرنگ هر کسی به خودش برگردانید.